درود بر شما شاهزاده عزیز بهنام امینی هستم از تلویزیون ایران فردا خدمت ارز کنم میدونم که جناب علی در چه 40 سال گذشته همواره در تماس هایی که با مقامات کشورهای غربی داشتید بر این نکته تاکید کردید که به جای سرمایه گذاری بر روی حکومت جمهوری اسلامی بهتره که روی مردم سرمایه گذاری بکنید بعد از خیزش ملی در ایران ما شاهد تغییر لحن برخی کشورهای غربی و مقامات امریکایی هستیم پرسش من از جناب این هستش که آیا این تغییر لحن میتونه به تغییر سیاست در واقع منجر بشه و اگر این اتفاق بیفته قدم بعدی چه خواهد بود از این جهت عرض می‌کنم که بر حال خود مردم همواره گفتن که ما بدون اتکا به هیچ نیروی خارجی با جمهوری اسلامی مبارزه میکنیم ولی از این جهت مهم هست این تغییر سیاست که هزینه مبارزه رو برای مردم ایران کمتر خواهد کرد سپاس گزارم در واقع واضح مسئله این هستش که کدوم سناریو برد برد هست ام تمام معضلات ناشی از بد و پیدایش جمهوری اسلامی چه در منطقه چه حتی در جاهای بسیار دورتر از ونزوئلا بگیرید و یا در نه چندان دور از ما اوکراین همه چیز یه جوری مربوط میشه به عملکرد جمهوری اسلامی و در اصل از بین رفتن این نظام مشکل خیلی ها رو حل خواهد کرد از خیلی لحاظ منتها تا به حال دیدیم که اکثر سیاست های کشورهای غربی اصولا با یک تفکر کوتاه مدت و در قالب آنچه که موجود دارد فرق میخورد و مهمترین سوالی که باز بهش بپردازند که مدت هاست ازشون پرسیده و اکنون به خصوص باید بپرسیم یا یادآور بشیم این هستش که غیر مسئولانه خواهد بود از جانب این دولت ها که پیش بینی و فرض اینکه نظام ممکنه فردا دیگه نباشه رو اصلا در نظر نگیرن چون داریم بهش میرسیم و آیا برای این مسئله راه حلی دارن یا نه این یک دو اگر پاسخ به این سوال مثبت است مسلما پاسخش رو از آقای خامنه ای نخواهند گرفت بلکه از نمایندگان مردم و آزادیخواهان خواهان این سوال رو بپرسند و در اونجاست که اشاره کردم برقراری دیالوگ با نمایندگان سیاسی مردم ایران چه در درون چه در خارج برای پیدا کردن راه حل و درک آلترناتیو آن چیزی که تا به حال هرگز ندیده بودیم ولی شاید این برخورد جدید دولت ها که امروز به وضوح دیگه نمیتونن منکر این باشند که اکثریت مردم ایران این نظام رو دیگه نمیخوان نخوان وارد این باب از صحبت بشن واقعا این رو باستی کردیت اصلیش رو به خود مردم ایران داد که با دست خالی کاری کردن که بعضی دولت ها وادار شدن به یه سری پاسخگویی ها یادم میاد زمانی که نلسون مندلا همچنان در زندان بود و حکومت آپارتاید در افریقای جنوبی پا بر جا. ولی انقدر بالاخره دنیا آسی شد و انقدر غیر قابل تحمل شد که خیلی از دولت ها مجبور شدن فشار بیارن بر دولت پرتوریا یا در خیلی نهضت‌های های دیگر بدون حیمانت بین و هیچ کدوم از این نهضت‌های های آزادی نتونستن موفق باشن یا لاقل با کمک دنیا خیلی ساده و با با هزینه کمتر همونطور که شما اشاره کردید به نتیجه رسن از جنبش کارگری سولیداریته در لهستان بگیرید تا خیلی های دیگری که در جهان دیدیم از این لحاظ که ایران مستثنا نیست با توجه به اینکه تاثیرگذاری که آنچه در ایران اتفاق میفته فقط معطوف به اون کشور تنها نیست لهستان بیشتر به خود لهستان مربوط بود افریقای جنوبی به خود افریقای جنوبی بیشتر مربوط بود ولی اتفاقی که در ایران میفته دنیا رو تغییر خواهد داد از این لحاظ ایران واقعا یه اهمیت ویژه‌ای داره و برای همین هست که بهترین فرمول برای جهان که هم منافع ایران و مردم ایران درش تضمین باشه هم بسیاری از خواسته های خودشون و نگران های خودشون از این وضع برطرف بشه تغییر نظام در ایران هست با این علم که این خواست مردم ایران هست این نیست که یه سیاست خارجی بخواد بگی یه رژیم رو در کشور دیگه تغییر بده به خاطر منافع یا اقتصادی یا جشی خودش این خواست خود مردم هست و به چه زبانی دیگه مردم ایران میتونن به دنیا بگن ما رو تنها نگذارید خوشبختانه داریم بالاخره این خان را ازش رد میشیم و وارد مراحل نزدیکتر به پایان عمر این نظام داریم میشیم متا این کار باز هماهنگ باشه این یک صدایی از این لحاظ مهمه که دنیا نگه ما چند صدایی میبینیم در میان نیروهای مخالف نظام که تا به حال یکی از بهانه هاشون حد بوده که قدم دیگری بر ندارن و از این لحاظ است که واقعا این رو باستی به عنوان یک جبهه متحد همگیر مواجه بشیم که باب صحبت و دیالوگ رو نیروهای دموکراسی خواه بتونن بالاخره با تصمیمگیران جهان داشته باشند. خیلی به این مرحله امروز نزدیک شده ایم این دیگه برمیگرده به همت نخبگان سیاسیون و مسئولین تشکیلاتی سیاسی که در داخل و خارج داریم و البته تمام کنشگران سیاسی مدنی که طبق معمول مشغول فعالیت ها و رایزانی های خودشون هستند.